But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head under my bed. Think يا ميتونی صندلی بیاری با تر؟ صندلی خودتو نمیشه رو بانید باید بلند شید درود بر شما دوستان جان، اینجا جنک از گروپ وان کنان است. من یوکی و یوشا خان ویدیو های قبلی دیدیم، چند ویدیو آخر که جی جان نیستش من نمیدونه ریاکشن بگیریم روی رزیدنت ایول ویلیج. بله رزیدنت ایول ویلیج ایجی جان سلامی نمی هست پنجام سلام عرض میکنم خدمت همه نوب ارمی های خودم. ایجی هستم، واقعا خوشحالم که با دومی دوباره ویدیو گیم اومدم در خدمت شما. امروز میخوایم روی تیدر بازی زیبا و جذاب و خاص رزیدنت ایول ویلیج یعشم بریم و این بازی رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا ارزش بازی کردن و خرید داره یا نه. با ما همراه باشیم. مهمان ویژم داریم که مرمان میکنن یکی از در خدمت ماست. بگیم ما همراه باشیم. بنا بین قشنگ قیمه ها رو ریخته میتونم آستا دیگه. من سلام علیکم میکنم بعد خودم مهمان بشم. مشکل نیست که چون مهمانه چیزه. دو دقیقه های شده سه سانیه تمام ویدیو بله از چند یوتیوب داریم یکشه میدیم بزنیم داریم یکشه میدیم و این ویدیو هم 5,755,336 بازدید داشته بعد از 22 ژانویه 2023 ترش منتشر شده و 380,000 تا ساب داره. بریم چنل رو چیز کنیم. بله بریم ساب کنیم واقعا. ویدیوهای زیادی هم هستش از رزیدنت ایوال قدیمی تا بله از این فرانچایز دیگه تا یا بریم با هم دیگه بله همراه باشیم. نه دیگه در ادامه عرض می‌کنم. همراه باشین لطفا. با هم همراه باشیم بریم. اسکرین ریکوردر رو پیشتون بله. آی ملت ایران بدانم که پای من شخم. سلام لیدی دیمیتریس بزن یک گول با خب بریم گرفته hey now think positively all right we talked about this I know. We hardly talk about anything else. واقعا کیجو من این نشان زیبای کپکام میبینم کیف میکنم. باید بهش بگیم حضرت کپکام. بازی های مثل فرانچایز دد اویل، دد رایزینگ، دیویل می کرای و استریت فایتر. این شرکت سرآمد همه شرکت هاست واقعا. آره بعد چی بعد آره چی بتمن اونم اون ساخته. بله حضرت کپکام. حضرت کپکام. نمیدونی چه مشکل داره اینا. نته گیر داره. داره میره. دوباره میگیره. بله. Mother Moran, I regret to inform you that Ethan Winters. Why should you have done that? What have you done? What have you done? Thank you for your attention. شما یک کاری دارید. نه حلاهل. تریلر مادر میران داره میگه نشون میده. نه این داره باهاش صحبت میکنه میگه مادر میران داره حلاهل. چه وضعش آخه؟ میگه مادر میران درخت نبود. نه دیگه رئیس همه باز فایتا بود واقعا. دیگه چجوری تلفن داری درخت؟ درخت هم متحرکه واقعا. واقعا زر حراهه. چی بگم واقعا؟ escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. واقعا که اینجا با لژینیز نیست
بپن موتور بازی رو ری ولش بده وایت جان. بعد لیدی میسیس یک کلاس روانشناسی بره واقعا تو بازی جهان نموفق بوده. Can someone please tell me what the hell is going on here? No. The place is full of nothing but blood and death. سلام فرمانده. یعنی که جان پدر آدم اینجور دارم میاده باید با تفنگ به سرشون شلیک کنی وگرنه خدمتت میرسن. اینجا که لیدی میتی تو مشکل میکنیم با بانوانش با بانوانش با دخترانش باش باشه دخترش از خودش خواهد کشیده اینجا کجا نگاه میکنه داره دوبه نگاه میکنه میگه سلام علیکم داره دستم تکون میگه. بهشون گفت مادر خوبی داری به ستاشون هم واقعا بله عرضه خیلی هم خوب نیست جان واقعا خیلی ما رو... به درد بسکتبال میخوره بله اونجا واقعا ما رو خیلی اسپک زن والی بول بزن بله بله ویلنج تو رو نمیدونه ولی من اگه نو اصف تا سرش بشتم بازی کنم به اون مراحلش برسم بله. بعد هر بازی اون نیمه یک یکتون رو میذارم. بله من هم تو رو گیرم. Who the fuck are you? Let's see what you really made of. ایشون که استاد هایدنبرگ استاد ساعت هم واقعا ساعت سازی میکنه مشی سفارشاتش هم پذیرفته میشه حالا کلی سفارش میدین بعد سپورتر ما حالا ساعت میفاده مشی هفته میل رو درستی یک و برای این هم آمده نصر هشتم، نهم و پی سی خب، ببند بله بکن کنش کن خب، شروع خب یکی جا من از چند نوتر رو من اینجا داده میدم که از چند نوتر از چند جد رو بسیم و از چند نوتر رو کنم اول در مقایسه با بقیه سری بازیه همجور که دوستان شاید بدونن حالا من دوباره میگم اینو قبل از این بازی رزیدنت اویل 7 رو داشتیم رزیدنت اویل 3 ریمیک و 2 ریمیک رو داشتیم که بعد نسل 8 رو مرده شد و این سه تا نسل همش هم قرار بیاد و البته بینید جان که بعد هر دو نسل مرده شده در مقایسه با این سه تا بازی واقعا بازی خوبیه میتونم به جرات بگم دشمنا متنوع‌تر شدن فضای بازی ترسناک‌تر شده البته نه به اندازه 7 واقعا فضای بازی 7 خیلی ترسناکه یعنی من میخواستم این بازی رو بکنم دیگه از ترس زیاد نتونستم واقعا و ضمن اینکه معماهای خوبی هم داره این بازی و من به دوستان توصیه می‌کنم که برای معماهاش هم که شد این بازی رو واقعا به بازی کنید اما سخت‌ترین مراحل بازی هم که هسته جنگ با باس فایتاشه مثل جنگ با لیدی میتریس جنگ با مادر میاندا و هایزنبرگ و البته بقیه باس فایت‌ها که ما خدمتشون بودیم و باشون یه ملاقاتی داشتیم و صحبت هایی کردیم حالا کار نداریم. مورد بعدی هم اینه که خب سوال میشه که ما روش کنسول این بازی رو بازی کنیم خب همونجوری که میدیم برای نسلشون هم عرضه شد یعنی برای PS4 Xbox One PS5 و Series X توصیه من اینه که اگر بودجهتون خیلی زیاد اگه پول دارین این بازی رو میتونیم رو نسل نهم و مثلا رو PS5 بازی کنیم چون رزولوشن و فریم بالاتری داره رزولوشن و فریم بالاتری داره و خیلی واقعا گرافیکش هم اونجا بالاست و رو نسلشون که پایین مسلمن و رو سری اس هم گرافیکش درش داره ولی خب رو PS5 به نظر من که خوبه حالا بعدم دوستان بسیاری به اونجاشون تصمیم گیری میکنن خب باید خب برای شما که جون من انرژی دارم دارم ماشم انرژی دارم لگه اونم هم تزنیم بگم کم بگم مولادم
این نسخه از رزیدنت ایبل نه مزایاشو گفتن نیجر جان. معایبی که داشت این بود که به اندازه ای که مخصوصا رزیدنت ایبل 3 ریمیک بود لازم نبود که مثلا مسافت زیادی رو توی نقشه طی کنیم. الان من چون وقتی که بازی میکردیم گیم پلی ویناشو میدیدم مثلا میگم از یک مسافتی تا یک مسافتی میرفت و اگه اونا رو میکشت اون افرادی که اونجا بودن اون زامبیایی که بودن یا هر چیز دیگه اونا رو میکشت باز دوباره اگه از اون مسافت برمیگشت دیگه هیچی نبود. بله یعنی خیلی ها شما پاکسازه میکردی و این مخصوصا اگه تو روستا بودی و این به نظر من بازی رو حسن سرور میکنه. مثلا میگم شما از جای دوک مثلا میخوام به یه جای دیگه یه دوست دالو نه دوست دالو مثلا ده دقیقه پنج دقیقه پیاده روی میکنی هیچی نیست نه مثلا موزیک پخش میشه حالا مخصوصا اگه نه موزیک پخش ولی ملایمه بود. خب همین خب چرا باید ملایم باشه؟ شما باید مثلا شما همین رزیدنت ایویل سریمک شما نگاه کن هر لحظهش استرس داری که باش من تو این در رفتم آدمشو کشتم هنوز هست نیست مرد. چون تا اونجایی که من میدونم هر دفعه یک چیزی که میگوشتی خب مخصوصا وقتی که وارد اون پاسگاه میشدی بله آره هر دفعه یکی رو میکشتی بعد معلوم نبود که باز تو همونجاست مثلا شاید یه جای دیگه است برای همین اون هیجانش بالا بود. بله ولی تمام نداشت این تریفری یک دشمنش همه زامبی بودن. حالا دشمنش کار ندارم من نکته منفیشو دارم میگم برای مصیبتش که تو گفتی. نکته منفی دیگه که این بازی داشت این بود که اول شخص بود و به اندازه مثلا چیز چی میگن رزیدنت ایویل ریمیک 3 یا بقیهشون نمیشد تنوع ایجاد کرد. مثلا شما حس این که خودت توی بازی اول شخص بهت نمیده مگه اینکه تو اینو به حالت وی آر بازی کنی که اون که دیگه این بازی نمیتونیم بکنیم دیگه بعد فلان هفتش اینطوری حالا ویلیج هم موندم که ویار بشه. آره بعد مورد دیگه ای که بود این بود که به نظر من باس فایتشو حالا چه مادر میراندا چه اون یکی لیدیمیتریس اینا از اون وحتش کم کرده بودن. یعنی مثلا شما لیدی دیمیتریس یا حتی همون مادر میراندا رو مثلا شما با نینیسیس مقایسه کنید. بله اون کی قطعا نینیسیس خود یعنی می اومد پدرتون رو در می آورد بعد یک راحتی هم نمی مرد بعد یک ابهتی داشت یعنی روش همیشه آروم را می رفت همیشه بعد ابهتی داشت بود بله مثلا میگه مستر ایکس همینجور مستر ایکس نمیزیس پرتت میکرد اون ور به چپش هم نبود آروم راه میرفت رو کجا میخوای بری آخرش که باید به جای خودت آره ولی اینا ببین خوبن ولی تو داری مثلا یه یک شرکتی معرفی میکنی الان مثال دارم میبرم سری کال آف دیوتی واقعا عالیه بله ولی آیا این بکورد ونگورد اونو مثلا میگم شما با کولد وار میتونید مقایسه کنید همون که قبلش اومد یا مثلا قبلتر از اون مودرن وارفری 3 نه اونا کجا این کجا یک شرکت بزرگ بازی میده فروششو داره خب درست الان مثلا ریچیه سگانه اومد فروششو داشت نه. ولی اونی که داد بیرون خودش هم فهمید آشغاله. حالا من نمیگم رزیدنت ایویل ویلیج بده نه. ولی داداش اون سطح کجا اون باس فایت ها کجا بعد این بله دقیقا برای همین یکم از اون رزیدنت ایویل بودن دیگه خارج بود. بله. حالا نمیگم همش باید ترسناک باشه یا چیزی ولی باید غیر منتظره باشه. بله چون تو الان داستانش رو خونده باشه حالا نمیگم بریم مراحلش رو ببینیم از این روی سکانسش غیر منتظری بود اونجوری تو تاریکی میرفتی و اون از یه دل اون نوزاد می اومد یه سلام خدمت شما بود که خیلی منتظر بود یه قسمت اون داری نه ولی شما کل داستان رو میدونستی میدونستی که آقا جان شما میری بود سه تا دختر شو میکشی بله خود لیدی هم بله خود لیدی هم میکشی بعد میری با هایزنبرگ و دونه دونه همه رو میکشی بعد هم میرسی به مادر میراندا بله ولی توی مثلا رزیدنت ایویل 3 از اول تا آخر نمیسیس بود بله بعد 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 معلوم نشد آخر کشته شد نشد باز میارنش نمیارنش و تا آخر دهنت رو میگرفت سرویس میکرد بله ولی اینجا برای به قول گفتنه انگار یک اپیزود از یک فصلی بود که یکی باشه مثلا دو بار باش بجنگی بعد بیه بله
بعد مورد دیگه ای که بود این بود که این دیگه خیلی افسانه ای بود. مثلا چرا باید اون مادر میانده سنه چی بیاد تبدیل به اجده ها باشه یا سوار لیدی میسیس تبدیل به اجده ها باشه یا سوار اجده ها باشه. خب عزیز من شما الان وارد یک روستا در حالا فکر کنم تو انگلیس بود تو رومانی وارد یک روستا تو رومانی میشی. خب دادش من یه جای نقطه کور که نیستش که مثلا بیام ببینم که آقا جان اینجا هیچ کس دسترسی نداره بهش، نمیدونم توی نقشه ثبت نشده که مثلا بیام بفهمم که اونجا مثلا اجدایی هست یا نیستش. دقیقاً و همین یکم تخیلی شده بود و به نظر من خوب بازی کنه تنوع میشه بازی عالیه، ولی انتظار نداشته باشین که مثل بقیه رزیدنت ایول بهتون بگین که بهش بگین ایول. این رزیدنت ایوله. خیلی خوب حرف حدیثی هست بزن که ببنیم 5 دقیقه فقط رکورد بگیم. بله خب مرسی که بگیر جان ما رو تو ویدیو همراهی کردیم و دوستان عزیزی که ویدیو ما رو دنبال کنن و ویدیو ما رو بقیه به چون میتونن و مرسی از شما که ما رو حمایت میکنین الاسکریات نه لایک سابسکرایب کامل. و بازم میگم من خودم توصیه می کنم بازی رو کنسول نصب بازی کنید برای بودجهتون هم کمه نصبشون بازی کنید ایراد نداره. و واقعا هم میتونم بگم که حضرت کپکام همیشه توی بازیاش هنر ایجاد میکنه، چه رنتد اوین چه دیل میکر چه دد درایوینگ و البته فرانچایز استیت فایده که توصیه میکنم که این بازی رو هم بازی کنید. و خلاصه این که همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و برای همه هم آرزو موفقیت دارم و بازم میگم الاسکریاتون نره و خدا نگهدار. لایک کامنت سابسکرایب الاسکی یا اینکه نره دستانی آخر ویدیو پیشنهادی براتون میاد ته ویدیو یا به اون علامت تعجب دقت بکنیم فرست بخشی گذاشته میشه نه. که اگه خواستیم مورد علاقتون بود میتونیم اونا هم دنبال کنیم. آدرس تمام فضای مجازی اون تو دیسکریپشن میاد. ویدیو ما رو شیر کنین. ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. اول از اینکه سلامت بشین، دوم از اینکه روز خوبی داشته باشین، سوم از اینکه دوستتون داریم خیلی زیاد. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.